ساحل آلسانجاک شهر ازمیر که به عنوان یکی از نمادهای گردشگری این شهر شناخته می شود، میزبان نمایشگاهی منحصر به فرد است که داستان الهام گرفتن هنرمندان شاخص خاورمیانه را از فضای فرانسه قرن بیستم روایت می کند. از آغاز پاییز امسال با افتتاح نمایشگاه هوای پاریس در مرکز هنری آرکاس، این مجموعه تاکنون میزبان ده‌ها هزار بازدید کننده بوده. تمرکز اصلی این نمایشگاه بر روی جریان‌های شکل گرفته در آثار نقاشانی است که دست کم بخشی از عمر خود را در کشور فرانسه گذراندند و تحت تأثیر اتمسفر این کشور جهانبینی آنها دچار دگرگونی شده. با بیلگین، مدیر آموزشی مرکز هنری آرکاس همراه شدم تا از اهمیت این نمایشگاه بیشتر بشنوم. با پایان جنگ جهانی دوم در قرن بیستم و تحول هنر در اروپا، برخی هنرمندان ترک تحت تأثیر زندگی در فرانسه با رها کردن جهان بیرونی به بیان درونشان پرداختند که در اینجا تعدادی از این آثار را می‌بینیم. مرکز هنری آرکاس در محل ساختمان سابق کنسولگری فرانسه در شهر ازمیر فعالیت می‌کند. ساختمانی که در سال 1875 میلادی با معماری نفیس خود در ساحل دریای اژه افتتاح شد تا پلی برای پیوند دیپلماتیک ترکیه و فرانسه باشد، اما در سال 2011 از طرف دولت فرانسه با اهدافی فرهنگی به مدت 20 سال تحت اختیار مؤسسه آرکاس قرار گرفت. هولدینگ آرکاس با مرمت و اداره یکی از قدیمی ترین بناهای ازمیر و با برگزاری رویدادهای متنوع در اینجا در پی آموزش و ارتقای هنری جوانان ترکیه است. نمایشگاه هوای پاریس راوی داستان هنرمندانی از خاورمیانه است که با مزه کردن زندگی در قلب اروپا به نقاط عطفی در تاریخ هنر معاصر کشورشان تبدیل شدند. نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، سرامیک‌ها، حتی نامه‌ها و اسناد موجود در این نمایشگاه بر اهمیت پیوند فرهنگ‌های گوناگون با یکدیگر گواهی می‌دهد. علی میرحیدری، ازمیر، ترکیه.